سلام دوستان، با دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار مایکروسافت پروژکت در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل در مورد مدیریت ذی‌نفعان در پروژه صحبت کردیم. در این جلسه می‌خوایم در مورد ساختار شکست کار WBS Work Breakdown Structure صحبت کنیم که یک روش برای تهیه محدوده پروژه هستش. ما بعد از اینکه ذی‌نفعانمون رو شناسایی کردیم و نیازها و انتظارات اونها رو برآورد کردیم، میریم محدوده پروژه رو تعریف میکنیم که این محدوده پروژه میتونیم از طریق WBS به صورت کلی اون رو تعریف کنیم و سپس یه بیانیه، یه سندی رو تهیه کنیم به نام بیانیه محدوده پروژه که در اون محدوده پروژه تعریف میشه، ساختار شکسته در کار میاد، همین WBS و خب شناسنامه هر یک از باکس‌های WBS که با اون آشنا میشیم رو میاریم. بعد خب یه برنامه واسه کنترل محدوده می‌ریزیم که چجوری میتونیم تو اون ذی‌نفعانمون رو کنترل کنیم، بعد چجوری نیازهاشون رو برآورده کنیم و WBS مون و محدودمون رو آپدیت بکنیم. خب تو این جلسه می‌خوایم در مورد نحوه تهیه ساختار شکست کار با هم صحبت کنیم. خب Work Breakdown Structure یا ساختار شکست کار چی هستش؟ روشی هست برای تجزیه و شکست یک پروژه به صورت سلسله مراتبی. خب این روش، یعنی سلسله مراتبی، روش سلسله مراتبی از اهمیت به خصوصی برخورداره. روش سلسله مراتبی فقط مخصوص پروژه نیستش. تو خیلی از مراتب وقتی ما مسئله یا در دست داریم و میخواییم اونو تجزیه و تحلیل بکنیم، ابتدا اون رو به وسیله ساختار سلسله مراتبی تجزیه میکنیم که بتونیم به راحتی اون رو تحلیل بکنیم. پروژه هم یک مسئله هست که ما میخوایم اون رو حل کنیم، میخوایم اون رو مدیریت کنیم دیگه. به خاطر همین وقت اولین کاری که میکنیم اون رو تجزیه میکنیم. خب ساختار سلسله مراتبی چی هستش؟ ما یه باکس کلی داریم، یه مسئله کلی داریم، میایم اون رو به مجموعه‌های کوچیک‌تر میشکونیم. خب و این مجموعه های کوچیکتر خودشون میتونن باز هم به مجموعه های کوچیکتری تقسیم بشن. به طور مثال من میخوام آناتومی بدن یک انسان رو تعریف کنم، میام کلا میگم این بدن انسانه. خب بعد میام میگم سر دارم، بالا تنه دارم و پایین تنه دارم، درسته؟ بعد قسمت سر دوباره خودش به مو، بعد جمجمه، پیشونی، چشم، ابرو و غیره تقسیم بندی میشه و خود چشم دوباره میتونه حتی بیشتر تقسیم بندی بشه به مردمک چشم، موژه حتی اگه در اون در نظر بگیریم و غیره. پس ساختار سلسله مراتبی به این رویه از بالا به پایین و پایین به بالا میگن که تو خیلی از موارد و مسائل استفاده میشه. مثلا میتونیم توی MCDM تصمیم گیری چند معیاره صحبت بکنیم که یکی از روش های حل AHP هستش که از طریق اون ما میایم مسئله خودمون رو به صورت سلسله مراتبی حل میکنیم و وزدهی میکنیم و تصمیم میگیریم که چه گزینه ای رو انتخاب بکنیم. که حالا دوستانی که با MCDM آشنا هستن حتما روش AHP رو میشناسن، میتونن اونو سرچ کنن و ببینن که چه روشی هستش. خب پس با ساختار سلسله مراتبی آشنا شدیم. حالا این ساختار سلسله مراتبی، شکست سلسله مراتبی توی پروژه چجوری هستش؟ من میام اول اسم پروژه‌مو تعریف میکنم، بعد باکس های اصلی همانند بدن انسان که به سه قسمت اصلی تقسیم بندی کردم، حالا باکس های اصلی اون پروژم رو تعریف میکنم و دوباره هر کدوم از این باکس ها رو میشکنم. انقدر میشکنم تا جایی که معنی داشته باشه و مفهوم داشته باشه. حالا میرسیم تا کجا باید بشکنیم توضیح میدیم. خب که در آخر به فعالیت ها میرسم که این فعالیت ها رو ما باید انجام بدیم. انجام دادن این فعالیت ها یعنی انجام شدن باکس بالایی و انجام شدن تمامی این باکس ها، یعنی این باکس، و انجام شدن تمامی این رده یعنی انجام شدن پروژه ما. خب تو اینجا من یه دونه ساختار سلسله مراتبی رو براتون برای یک پروژه
فرضی برای پیدا کردن شغل جدید تعریف کردم. فرض کنین میخواین یه شغل جدیدی رو پیدا بکنین و این رو به عنوان یک پروژه برای خودتون تعریف کردین و اومدین گفتین که خب من یه پروژه پیدا کردن شغل جدید دارم، حالا چه کارهایی باید انجام بدم؟ خب میام اینو میشکنم، میگم اول باید بگم که شغل مد نظری که میخوام چی باشه، رزومه باید بفرستم، باید برم مصاحبه انجام بدم و واسه شغلم جستجو و سرچ کنم که شغلم رو بتونم پیدا بکنم. خب شغل مد نظرم، خب اینا کلی هستن. وقتی که اینا انجام بشن، حالا پروسش تموم بشه، میتونیم بگیم که شغل جدید رو، پروژهش رو پیدا کردیم. حالا بسیگه به بازخورد نهایی داره، مایلستون داره که حالا اینجا تعریف نشده، ولی مایلستون ها هم توی WBS تعریف میشن که جلوتر به اون میرسیم توی جلسه بعدی احتمالاً که مایلستون ها چی هستن و چجوری تعریف میشن توی WBS. خب وقتی که من میخوام شغل مد نظرم رو تصمیم بگیرم که چی باشه، میام اول میگم که اول دوم اینجا توی WBS تعریف نمیکنم. یادتون باشه که WBS فقط ساختار شکست هست و نمیگه اول چه کاری رو انجام بدیم، دوم چه کاری رو انجام بدیم. فقط میایم میگیم که چه کارهایی لازمه. خب به طور مثال شاید یکی بگه اول من باید لیست مشاغلمو در بیارم که ببینم چه شغلایی لازمه، بعد بیام خلاهای موجودش رو تعریف کنم، بعد بیام برطرف کنم خلاهاشو. خب تو اینجا تعریف نمیشه، ما تو قسمت برنامه ریزی تعریف وابستگی ها رو داریم که اونجا اینا رو تعریف میکنیم. پس اینجا هیچ چیزی به عنوان اینکه چه کاری اول انجام میشه و چه کاری دوم انجام میشه تعریف نمیشه. خب پس اومدم این تصمیم گیری شغلم رو به سه قسمت دیگه تقسیم کردم، پس میشه سلسله بعدی و سپس میام دوباره مثلا برطرف کردن خلاها. من اومدم میگم خب خلاها رو که شناسایی کردم باید برطرف کنم، به چه طریقی میتونم به این طریقا برطرف کنم، این کارها رو باید انجام بدم که خلاهای خودم برطرف بشه. خب خلاهایی که بین من و شغل جدیدی که میخوام پیدا بکنم برطرف بشه. خب همونطور که میبینین این ساختار سلسله مراتبی به 4 سطح 1، 2، 3 و 4 تقسیم بندی شده. خب سطح آخر رو بهش میگم فعالیت، یعنی کارهایی که باید انجام بشن. الان در حال حاضر واسه این که من برای مصاحبه آماده بشم باید این کارها انجام بشن. خب این کارها بهش میگن فعالیت، آخرین سطح WBS. لزوما همه نباید تو سطح چهارم آخری باشن. الان ناگهان این باکسی که اینجا تعریف شده بیرنگ هستش، اما این باکس رنگ سفید داره و این هم یک فعالیت هست که باید انجام بشه و انجام این فعالیت ها باعث میشه که این اوکی بشه، اوکی شدن این و این سه تا با هم باعث میشه که این اوکی بشه و انجام شدن این چهار تا با هم باعث میشه که پروژه من انجام بشه. خب تعریف متنی فعالیت چیه؟ هر بسته غیر تکراری. همونطور که میدونین یکی از تعریف های اصلی پروژه من غیر تکراری بودنشه. تو ساختار سلسله مراتبی یه چنین چیزی هم به تمامی باکس ها باید به ارث برسه و تمامی باکس ها باید غیر تکراری باشن. خب و همینطور که میبینیم من شماره گذاری جداگونه کردم، به اینا میگن کد WBS. به این شمارهایی که اینجا گذاشتیم کد WBS میگن که ما WBS مون رو کد گذاری میکنیم و از یک شروع میکنیم، بعد یک دو یک سه و یک چهار شکسته میشه و دوباره این هم شکسته میشه و از یک شروع میشه، مثلا 1 1 1 1 1 2 و 1 1 3. و وقتی که 1 1 3 رو میخوام بشکنم دوباره از ابتدا شروع میشه. حالا اینجا 1 1 3 1 3، اینجا یه مقدار اشتباه تایپی وجود داره، 1 3 2 به طور مثال، 1 3 3 و 1 3 4 و 1 3 5، 1 1 3 5. خب به این صورت ما میتونیم باکسامون رو کد گذاری کنیم به صورت سلسله مراتبی. پس هر بسته غیر تکراری که تو نمودار WBS سطح بعدی نداشته باشد، مثل این سطح بعدی نداره، این سطح بعدی نداره، اینا هیچ کدوم سطح بعدی نداشته. و قسمت کوچکی از پروژه هستن که دارای زمانن، پس من هر کدوم از فعالیت هام باید زمان به خصوصی داشته باشن حتما که کار تعریف بشه، بگم اینا کار هستن و معمولا نیاز به منبع و هزینه دارن. چرا معمولا اینجا به کار بردیم؟ به طور مثال خشک شدن رنگ
زمانبر هست، اما شاید منبع و هزینه ای واسش در نظر نگیریم. چرا یکی میتونه بگه آقا خوش شدن رنگ هم هزینه برداره، به هر حال ما داریم اونجا یه کسی رو نپاییدیم، مثلا داریم فضا به کار میبریم. خب تا این حد دیگه ریز نباید بشیم توی پروژه. پروژه یک کار خیلی بزرگی هستش، ما باید حواسمون باشه تا کجا ریز بشیم، که حالا جلوتر میرسیم که باکس ها رو تا کجا ریز میکنیم. پس خوش شدن رنگ توی پروژه هزینه بردار نیست. خب این مثال کوچکی که با هم دیدیم، حالا در جلسه بعدی که ما وارد نرم افزار MSP میخواییم بشیم، اگر خاطرتون باشه ما یه پروژه تهیه پایان نامه تعریف کرده بودیم که میایم توی اون از طریق اون مثال WBSش رو توی MSP وارد میکنیم و اونجا میبینیم. پس این یک مثال کوچکی بود که اینجا بتونیم اونو توضیح بدیم، WBS رو. خب هدف از WBS چیه؟ هدف اصلیش اینه که ما فعالیت‌های پروژمون رو شناسایی کنیم. چرا ما از WBS استفاده میکنیم که فعالیت‌های پروژمون رو شناسایی کنیم؟ ما میخواییم پروژمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم، پس اونو میشکنیم تا یک تداعی معانی ایجاد بشه. الان توی اسلاید قبلی من به طور مناسب میفهمم که چه چیزهایی باید تحویل بدم و اینکه از قلم افتادن و فراموش کردن رو به حداقل میرسونیم. الان نگه یکی اینجا ریستر بشه، خیلی از موارد دیگه، آیتم های دیگه شاید بتونه اینجا اضافه بکنه. حالا ما سعی کردیم این مثال رو کوچک در نظر بگیریم، اما بخوایم دقیق تر کار بکنیم میبینیم یه سری از موارد از قلم افتادن که باید اونا رو وارد بکنیم. ولی خب همینجا کسی که بخواد یه شغل جدید رو به کار پیدا بکنه، ازش بپرسیم چی کار میکنی، میگه خب رزومه ایجاد میکنم، رزومه میفرستم و میرم مصاحبه انجام میدم، اما دیگه این کاراشو شاید نبینه. خب پس حتی واسه این پروژه کوچیک هم میبینیم که ما فعالیت‌های کمی رو تعریف نکردیم که انجام بشه تا شغل مد نظر رو پیدا کنیم. پس از فراموشی جلوگیری میکنه و باعث میشه که ما تمام فعالیت‌هامون رو تعریف کنیم. بعد تعیین محدوده پروژه هستش. وقتی که من باکسی رو توی یک بسته کاری رو توی WBS تعریف میکنم، تعهد انجام اون رو هم میپذیرم. پس وقتی که من تو اینجا دارم باکسی رو تعریف میکنم، مثلا یا این فعالیت یا این باکس رو دارم تعریف میکنم، تعهد میکنم که یه چنین کاری انجام بشه و یک محصول، یک چیز قابل مشاهده رو به زینف خودم ارائه بدم، به مشتری خودم، به سرمایه‌دار خودم ارائه بدم. پس یک تعهدی رو ایجاد میکنه WBS، این محدوده، که به من میگه چه چیزهایی رو باید تعریف کنیم و ما موظفیم اونها رو انجام بدیم. خب تا کجا ما سطوح WBS رو گسترش میدیم؟ اول از همه تا جایی که کار به ما اجازه بده، یکی از آیتم هاش هست. بعضی از کارها به صورت پیوسته انجام میشه. الان نها کنین توی این بذاریم پیدا کنیم، مثلا تهیه فایل نهایی رزومه. خب تهیه فایل نهایی رزومه اینه که من بیام اطلاعات رو وارد کنم توش دیگه. مثلا من اومدم یه فایل پیشنویس تهیه کردم، مواردی که میخواد توی رزومه من قرار داده بشم تعریف کردم، حالا دیگه وارد کردن دیگه، هی وسطش یه کلمه نمی‌نویسم پا بشم باز دوباره برگردم بنویسم دیگه. پس یه کار تقریبا پیوسته داره اینجا انجام میشه. پس دیگه ماهیت کار به من اجازه نمیده اینجا که من خردتر بکنم این رو. یا مثلا ارسال رزومه. خب رزومه رو دارم میفرستم، سند میکنم، حالا ایمیل میکنم واسه شون، پست میکنم واسه شون، یا حالا فکس میکنم، هر کاری که انجام میدم دارم ارسال میکنم دیگه، یه کار پیوسته است. نمیام مثلا ایمیلمو ایجاد کردم دیگه سندش نکنم، دفعه بعدی سند کنم دیگه. پس اینم ماهیت کار دیگه به من اجازه نمیده که بیشتر اونو خورد کنم. مثلا حالا یه مورد از قلم افتادگی اینجا، وقتی که من رزومه‌مو ارسال کردم، خب میتونستم سند کردم و تایید یه پایگاه داده ای که رزومه های ارسالیمو اونجا ثبت کنم، بگم به این شرکت، به این شرکت، به این شرکت رزومه فرستادم، واسه آینده که تکراری نفرستم میتونه مناسب باشه که اینجا تعریف نشده، شما میتونید اگه خواستین خودتون تعریف بکنید. خب پس باید ماهیت کار به من اجازه بده. قسمت بعدی این که باید برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت اون اقتصادی باشه و با سهولت انجام بشه. چرا این اهمیت داره؟ ببینین پروژه یک کاری هستش که یک بار قرار انجام بشه.
خب به خاطر همین ریز شدن تا حد خیلی زیادی مناسب نیستش. ما فرض کنیم یه پروسه تولید داریم، این پروسه تولید ما میاد مثلا یه شخصی سه تا کار رو انجام میده، مثلا پیچ کردن توی مثلا فرآیند کلی. خب میاد دو تا فعالیت دیگه داره انجام میده، مثلا پیچ کردن، پیچ رو بر میدارد، بعد پیچ گوشی بر میدارد و سپس پیچ را قرار میدهد و محکم میکند. به طور مثال اینطوری صحبت کنیم، این کار داره هزاران بار یا شاید اندازه 1,000,000 بار در یک روز انجام میشه و اگر من بتونم خود پیچگوشی برداشتن رو کم بکنم و جایی بذارم که کاملا در دسترس اون اپراتور من باشه، میتونه حداقل 1 ثانیه صرفه جویی ایجاد بکنه، میتونه نزدیک، اگر اون کار داره 1,000 بار انجام میشه، 1,000 ثانیه صرفه جویی بکنه و خب رقم بالایی میشه توی فرآیند هایی که تکرار انجام میشه تو اونا. اما توی پروژه من 1 بار دارم اون پیچگوشی رو برمیدارم، پس دیگه نمیام تا حدی ریز کنم که بگم خب پیچگوشی را برمیدارد و مثلا این کار انجام میدم. پس تا جایی باید ما اون رو بشکنیم که مدیریت اون قابل انجام، مدیریت و کنترل اون با سهولت انجام بشه. خب پس این قضیه هم مهمه. و سومین معیار واسه شکستن فعالیت کارها و باکس های پروژه توجه به سطح گزارش دهیه. من وقتی که دارم پروژم رو میشکونم یه سطحی خب که نیاز دارم گزارش جداگونه واسه اون تعریف کنم که بگم آقا من الان آمادم که به سوالات عادی پاسخ بدم، خب و یا به طور مثال رزومه رو سند کردم فرستادم، خب و حالا میخوام به یه شخص دیگه گزارش بدم آقا من این تعداد رزومه فرستادم. خب به خاطر همین البته اینجا ارسال رزومه این نامش تکراری شده، اینجا باید دقت بکنیم مثلا اینجا تهیه و ارسال رزومه بنویسیم. خب حالا مثلا این تعداد رزومه فرستادم، پس من گزارش دارم میدم به شخصی به ذی‌نفعی بر اساس یکی از باکس ها. پس این هم مهمه که تا جایی که من میخوام گزارش دهی بدم هم در نظر گرفته بشه. اگر این سه تا مورد رو در نظر بگیرین هنگامی که دارین باکس ها رو تعریف میکنین، تا حد مناسبی WBS تون شکسته میشه. خب در نهایت به ازای هر یک از باکس ها من یک شناسنامه WBS باید داشته باشم. خب خیلی وقتا واسه پروژه های کوچک شاید تعریفی نداشته باشه که من یه شناسنامه به هر باکس بنویسم، خود پروژه یه ماه داره طول میکشه، من 2 ماه دارم برنامه‌ریزی میکنم، منطقی نیستش. اما خب پروژه های عمرانی بزرگ رو در نظر بگیریم که مثلا ناکن اینجا شناسنامه تعریف کردم مثلا یه کاری هستش که شاید سخت باشه واسه یکی بخواد بگه حالا شناسنامه واسه چی تعریف کنیم. اما خب مهمه و وقتی که ما به اندازه‌ای کارمون رو شکسته باشیم که کنترل و مدیریت اون اقتصادی و با سهولت انجام بشه، به راحتی هم میتونیم شناسنامه تعریف کنیم. و وقتی که شناسنامه تعریف کنیم مشخص میشه به صورت کلی دارم عرض میکنم چون برنامه‌ریزی مونده، چه مشخصات فیزیکی اون محصول نهایی باید داشته باشه، چه زمانی شروع، پایان و غیره داشته باشه، هزینه‌اش چجوری باشه، مشخصات کنترل ریسک، حالا توضیحات بیشتر و غیره. این شناسنامه حالا حالت استاندارد نیستش، بسته به پروژه میتونه تغییرات داشته باشه که یه نمونهش توی منبعی که گفته بودیم کتاب کنترل و مدیریت پروژه دکتر سبز پرور میتونیم مشاهده کنین و خب نمونهای دیگرش هم با جستجوی کردن میتونیم پیدا کنیم و بر اساس پروژه‌ای که دارین تعریف میکنین شناسنامه مناسب رو هم تعریف میکنین. خب پس این شناسنامه هم باعث میشه که من سندی با ازای هر باکس تعریف کنم که بگم چه کسی باید ناظر اون باشه، چه کسی مسئول اصلی اون باشه، چه آیتم هایی داره و چه ویژگی هایی داره و باکس ها رو به خوبی تعریف کنم و سطح دسترسی های مختلف رو بدم و غیره. خب ما ساختار شکست های زیادی رو داریم که دوستان میتونن با رجوع به همون کتاب دکتر سبز پرور اونا رو مشاهده کنن، مثلا ساختار شکست سازمانی که یکی از معروف‌ترین ساختار شکست ها هست، OBS که تو پروژه هم تعریف میشه. وقتی که من باکس ها رو باید به اشخاصی در اون سازمانم تعریف کنم، توی نرم افزار پریماورا یه چنین چیزی وجود داره که من این باکسم رو کدوم یکی از افراد سازمانم باید انجام بدم، از OBS استفاده میکنن.
و خب مثلا ساختار شکست هزینه ها وجود داره، انواع اقسام ساختار شکست ها وجود داره که پیشنهاد میکنم برید و مطالعه بکنین حتما. اگر فرصتی هم بود در جلسات پایانی بنده سعی میکنم انواع ساختار شکست ها رو براتون تعریف کنم. و همچنین واسه تهیه WBS یک روش سیستماتیک تری هم وجود داره به جای طوفان مغزها و جلسات متفاوت، که استفاده از PBS و FPS هستش که میتونین توی کتاب دکتر سبز پرور و ماتریس RBS بود فکر میکنم از اون استفاده کنین. بریم تو کتاب دکتر سبز پرور و اون رو مشاهده بکنیم. بزنیم من که نام دقیق ماتریس رو براتون بیارم. ماتریس RWBS هستش، خب، که مخفف Responsibility Work Breakdown Structure که میشه مسئولیت های ساختار شکست، که میتونیم از طریق اون ماتریس ساختار شکستمون رو تهیه بکنیم. و خب شما میتونیم واسه مطالعات بیشتر به کتاب دکتر سبز پرور مراجعه کنیم. تا همینجا به نظر من WBS به خوبی تداعی پیدا کرده و شما مفهوم WBS رو به نظر من متوجه شدین. حالا تو جلسه بعد وقتی که وارد نرم افزار MSP میشیم و میخوایم یه WBS رو اونجا وارد بکنیم واسه پروژه‌ای که تعریف کردیم، به صورت عملی تر و ملموس تر میتونیم با WBS ارتباط برقرار کنیم. متشکرم از توجهی که داشتین، امیدوارم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.